میخواد این احساس تو فراموش کن. لطفاً به فکر بابات باش. منم ازدواج کرده بودم. خودم هر بزار به باد بیفتم ولی گوری به دل تماس میکنم. جون باباتو نجات. دنیا میں کیا باقی رہا کیوں جانے خواہش کرے تو دل لگی کی حوری فرزند شفیع محمد شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بابا چی شده دکتر؟ لطفاً شما آروم باشید خانم. آخه چرا چی شده؟ داشتیم کارای عروسی رو میکردیم که یه دفعه همینطوری افتاد. زحمت بکشید بیرون اتاق صحبت کنید. تو رو به اون خدا قسمت میدم لطفاً جون باباتو نجات بده. این عشقت، این آرزوهات، این احساس تو فراموش کن. لطفاً به فکر بابات باش. تو رو خدا مامان، شما اصلا حرف منو نمیفهمی. هرچی به توضیح میدم بازم حرف بذار به باد بیفتم ولی هوری به دل تماس میکنم. جون باباتو نجات بده. جون باباتو نجات بده. به باد میفتم هوری. جون باباتو نجات بده. جون باباتو نجات بده هوری. جون باباتو نجات بده. جون باباتو نجات بده. اون فقط چند روز مهمون فائزه، همونطوری که اسم خودش و هوری رو یادش اومده اینم یادش میاد که کیه و کجا زندگی میکنه. بعدش دیگه میره. ولی زندگی من و تو باید ادامه پیدا کنه فائزه. خواهشن اینطوری نکن دیگه. بعدشم مردم چه فکری میکنن؟ اگه خودمون اینطوری فکر کنیم دیگه مردم چه فکری میکنن؟ خیلی رو داری تقلیدکار. همینه که برات میمیرم. تو هم برا میمیری؟ جدی؟ گمشو از اتاق بیرون یه چیزی بیار کوفت کنیم، خیلی گشنمه. نوکرت که نیستم، میذارم رو میز، خودت بیا بخور. جدی؟ یه چیزی بخور هوری. اینجوری تو هم مریض میشی یا؟
بیچاره خاله همین الانم برای عمو ناراحته. اگه تو هم چیزیت بشه کدومتونو جمع کنه؟ بیا آفرین، یه لقمه بذار دهنت. ببینید فعلا دارو تزریق کردم، ولی شما همه یه تلاشتونو بکنید که آقا شفید استرس نداشته باشه، وگرنه دفعه بعدی هیچ معجزه‌ای نمیتونه نجاتش بده. هوری اینقدر گریه نکن، منم دیگه فکر میکنم که باید حرف گوش بدی و با شاهمیر ازدواج کنی، چون راه دیگه ای نداری. یه وقتایی برای گذروندن زندگی مجبوریم گناه کنی. تو هم فکر کنی این ازدواج برات مشکلی نداره. منم ازدواج کرده بودم. چی؟ تو چی گفتی؟ گفتم منم ازدواج کرده بودم. هوری، 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 هوری زنم منه. آها، خب هوری کجاست؟ منظورم اینه که زنت کجا زندگی میکنه؟ الان برات یه چای میارم. صفورا، اینو بذار تو اتاق من. بیا شفی، مگه من بهت نگفتم استراحت کن؟ بعد پشت دی اومدی بیرون؟ خودم همه کارا رو درست میکنم، تو نگران نباش. درسته که همه کارا رو تو میکنی، ولی منم که باید جلوی اون سیلی وایسم که قراره بیادش. معلوم نیست وقتی بیاد چیا رو از زندگیم ببره. نگران نباش، هوری دختر خودته. برای همینه که میترسم. میدونم که از حرفش به هیچ وجه کوتاه نمیاد. بی خود خودتو ناراحت نکن شفی، اون شرطش هم خیلی اهمیت نداشت. شعلا، اگه امروز جلوی همه فامیلا بگه نمیخوام عقد بکنم، اون وقت چی؟ خودت همینو خواستی؟ از عشق دخترت میخواستی انگشتر نقره رو پس بدی، ولی از عشق یه مادر ناتنی همه چی یادت رفت.
که دختر تنیمونه. نمیتونیم کس دیگه یو بهش ترجیح بدیم. درسته که جسوره، ولی خودخواه نیست. چی شدی؟ خیلی ممنون هوری. امروز هم هوای مامان و بابا تو داشتی، هم هوای منو. هر اتفاقی که افتاده همش یه فریب بوده هوری، که نه گناهی داره و نه هیچ ثوابی. حساب کتابی وجود نداره. در واقع این تو بودی که فریبت دادن. برای همین به جای احساس گناه باید به خودت افتخار کنی، چون که تو داری عزت و آبروی مامان بابا تو حفظ میکنی. تو داری بهشون بزرگترین آرامش زندگیشونو میدی. داری اونا رو به آرزوشون میرسونی. دل میں آگ ہے یہ کیسی تو لگا گیا میرے عشقوں کو بھی رونا بھیا میں کیا باقی رہا کیوں جانے خواہشیں کرے تو دل لگی کی سن سائیاں چشملا. نیوشا. بله. همه ی مهمونه اومدن. برو ببین هوری آماده شده یا نه. چشم خاله، الان میرم. هوری؟ 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 یعنی کجا رفته؟ بودی. قبل از مامان بابات داشتم سکته می کردم. من رفتم بگم یکی شالمو درست کنه. فکر کردم که چی شده نیوشا؟ چی شدی؟ خیلی ممنون هوری. امروز هم هوای مامان و بابا تو داشتی، هم هوای منو. هر اتفاقی که افتاده همش یه فریب بوده هوری، که نه گناهی داره و نه هیچ ثوابی. حساب کتابی وجود نداره. در واقع این تو بودی که فریبت دادن. برای همین به جای احساس گناه باید به خودت افتخار کنی،
چون که تو داری عزت و آبروی مامان باباتو حفظ میکنی. تو داری بهشون بزرگترین آرامش زندگیشونو میدی. داری اونا رو به آرزوشون میرسونی. دیگه گریه و زاری کافیه. فقط باید بخندی. درست همونطوری که وقتی مامان بابات میبیننت خوشحال میشن و میخندن. شفی بله مادر جان. آخه عروسمون چرا نمیاد؟ یکم دیگه میاد. الان میرم میبینم. نه شما وایسا، من خودم الان میرم. نمیخواد تو بری. وایسا کارو یقدو بکن. به سختی تونستیم از حاج آقا کرامت وقت بگیریم. درست نیست انقدر منتظرش بذاریم. فقط مادر جان یه 5 دقیقه یا 10 دقیقه کار داره. برو ببین. باشه. هوری، اونا منتظرن عقدت کنن. هوری، هوری آماده است خاله. میتونین صداشون بزنین. چی شده شفی؟ چی شده؟ چرا تو فکری؟ هیچی مادر جان. میدونم عروسی دختر یکی یه دونت دیگه. هرچی داره به عروسیش نزدیکتر میشه دلت بیشتر شور میزنه. نه آخه چرا نگرانی پسر؟ به غریبه که ندادیش، داره میاد خونه ی خودت. مطمئن باش هیچ وقت چشماش گریون نمیشه. خودم میدونم مادر جان، ولی بازم جرأت جدا شدن از دخترمو به هیچ وجه ندارم. منم جرأت نمی کردم که تو رو از خودم جدا بکنم، ولی صبور بودم. تو هم یاد بگیر. بریم مادر جان، هوری آماده است. باشه، پاشید دیگه بچه ها، بیاین زود باشین، پاشید. بریم. بسم الله. حاج آقا شروع کنید. هوری فرزند شفیع محمد، شما را به عقد جمال‌الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ هوری فرزند شفیع محمد، شما را به عقد جمال‌الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله وکیل. Thank you.
آیا وکیلم؟ جمال‌الدین فرزند عبدالله، عقد شما جاریست، آیا وکیلم؟ بله وکیلید. حوری فرزند شفیع محمد، آیا حاضرید با مهریه 100,000 روپیه شما را به عقد در بیاورم؟ آیا وکیلم؟ بله وکیلید. مبارک باشه. برای تو هم مبارک باشه. دوباره داشت همون اسمی رو می گفت که چند روز پیش گفته بود. به تو چیزی گفت؟ همه ی داستان رو تعریف نکرد، ولی از چیزایی که گفت میشه فهمید که متأهله. اون حوری هم زنشه. داستان عشقی هنوز شروع نشده تموم شد. حالا میخوای چی کار کنی؟
قبل خوابت بهش لیوان شیر بده. مریم، جواب سوالمو ندادی. فائزه، من خیلی خوابم میاد. لطفاً. اینجا نگه داشتنش چه فایده‌ای داره؟ من که میگم به جای اینکه خودمون ازش نگهداری کنیم بفرستیمش یه خیریه. حالا هم که فهمیدیم ازدواج کرده، الکی اینجا نگهش داریم چه فایده‌ای برات داره؟ اینا برا مهم نیست فائزه. خستم، میخوام برم بخوابم. قبل خواب خوب فکراتو بکن. اگه تیرو زودتر از قلبت بکشی بیرون، مطمئنن زخمشم زودتر خوب میشه. خدا رو شکر همه ی رسومات انجام دادیم. فقط اون شاباش گرفتن مونده که اونم انجامش میدیم. آره هوری، ما اینجا این رسمو داریم. عروس از برادر شوهرش هرچی دلش بخواد درخواست میکنه. تو هم بگو. آره هوری، الان بگو. پاشو از اینجا بذاره بیرون، دیگه دستش تو جیبش نمیره. بگو هوری، ازم چی میخوای؟ من هیچی نمیخوام. هیچی دیگه چیه؟ یه چیزی بخوا دیگه. ماشین، طلا، جواهرات، یه چیزی بگو. آره هوری، هرچی که دلت میخواد بگو. الان فعلا بمونی، هر وقت چیزی خواستم اون موقع میگم. هیچ اعتمادی به این نیست هوری، الان بگو. آره هوری، این انقدر خسیسه که بابا دنبال بهونه است که پول نده. قول بدین هر وقت چیزی ازتون خواستم به هم بدین. قول بدین. قول میدم. آدم کلکل این بچه ها رو میبینه خندش میگیره. بله برید، دیگه برید استراحت کنین. شفی، دارم کل خونه رو دنبالت میگردم، نگرانت شده بودم. تو اینجا وایسادی چی کار میکنی؟ دارم هوریو میبینم. هوریو؟ اونجا رو ببین، داره تو گلا میدوه پروانه ها رو بگیره. اونجا داره با عروسکاش بازی میکنه. اونجا رو ببین، داره با نیوشا دعوا میکنه، کلافش کرده. شفی، دخترت دیگه عروس شده. از این خونم دیگه رفته. کی اینقدر بزرگ شد؟ همین چند روز پیش بود که برای عروسی عروسکش
ازم لباس عروس خواسته بود. همین چند روز پیش بود که گرباش زخمی شده بود و سرشو گذاشته بود رو سینه من و زار زار گریه میکرد. منم داشتم براش لالایی میخوندم. دختر رو فقط همین چند روز رو مهمونن شفی، یهو بزرگ میشن و میرن جوری که نمیفهمی. دیگه دیر وقته شفی، بیا بری. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.